بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سنا بازم در خدمت شماست. به سلسله پریزنتیشن های مانیجمنت آف دی اکیوتلی اجیتیتد اور وایلنت ادالت ان دی ایمرجنسی روم ای قسمت سیوم یا پارت 3 می باشه. مریضایی که به اتاق عاجل یا شفاخانه مراجعه می کنن و اونا اجیتیتد هستن و یا وایلنت هستن، شما میتونین که پیش از این که فیزیکال رسترین شما تطبیق کنین سر از او و یا ای که بعد از فیزیکال رسترین میتونین که کیمیکال سدیشن بر از او بتین، یا یعنی که توسط دوا او را آرام بسازین. و به این نوع مریضا البته که وایلنس یا اجیتیشن از اینا خطر برای خودشان و هم برای پرسنل صحی است یا شفاخانه است، رپید ترانکولیزیشن ضرورت است. و تمام مریضایی که فکر میکنین که ای اجیتیتد میشه و یا وایلنت میشه، شما باید که استعمال کیمیکال سدیشن یا استعمال دواره که او را آرام بسازین بر از او باید که پیش بین باشین. بهترین دوا یا ایدیل دوای سدتیف که برای کیمیکال سدیشن استفاده میشه باید دوایی باشه که به سرعت از هر طریقی که استفاده میشه باید تاثیر کنه و ساید افکت از او یا اعراض جانبی از او بسیار کم باشه. و شما بفهمین که هر دوایی که استفاده میکنین که چقدر سدیشن مریض ضرورت داره و ساید افکت از او را هم باید که در نظر بگیرین. برای کیمیکال سدیشن سه گروپ یا سه کلاس دوایی است که ما از او استفاده میکنیم، که یکی بنزودیازپینز است، دیگه فرست جنریشن یا تیپیکال انتی سایکاتیکس از و دیگه سیکنڈ جنریشن یا اتیپیکل انتی سایکاتکس می باشه. مریضایی که اجیتیشن بسیار شدید دارن و ایجاب ازیره می کنه که ما به صورت فوری باید که سدیشن بر از او بتیم، اکثرا از هالدول یا هالوپیرادول استفاده میشه. و یایی که از تنها از بنزودیازپین استفاده میشه که در او صورت از دروپیرادول و یا از میدازولم که یکی از جمله بنزودیازپین است از استفاده میشه، و یایی که از هالوپیرادول و بنزودیازپین که از جمله لورازپام یا ادوان از استفاده میکنیم. مگر مریضایی که اونا اجیتیشن از اونا به خاطر دراغ انتاکسیکیشن و یا دراغ ویدراول می باشه، بر اونا هالوپیرادول نمیتین، بر اونا تنها بنزودیازپین از استفاده میکنین. مریضایی که اجیتیشن از اونا بر شما معلوم نیست که به خاطر چی است و سابقه سایکیاتریک ایلنس از اون بر شما معلوم نیست، برای اجیتیشن از اونا بهتر است که تنها از بنزودیازپین استفاده کنین. و مریضایی که سایکیاتریک ایلنس از اونا یا مریضی سایکیاتریک از اونا بر شما معلوم است از او خاطر اجیتیشن از او است، بهتر است که از فرست جنریشن انتی سایکاتیک مثلا هالوپیرادول استفاده کنین یا از سیکنڈ جنریشن انتی سایکاتیکس استفاده میکنین. وقتی که کیمیکال سدیشن برای مریض میتین، یگان وقت یگان مریضا ایواز از اینکه آرام شوند توسط دوا هنوز اجیتیشنشان زیاد میشه، و در او صورت از او کلاس دوا استفاده دوباره نکنین و به کلاس دیگه دوا باید که بروین. و یا اگر مریض به دوز اول و دوم آرام نشوه و قدر که شما ضرورت دارین که او را آرام بسازین یا لازم است که آرام بسازین، وجه از اینکه به دوزهای بسیار بلند از او دوا برین، به گروپ دیگه دوا برین و از او استفاده کنین.
چون اکثر دوای سیداتیف که برای تداوی سویر اجیتیشن و وایلنس داده میشه از طریق زرقی داده میشه و یک تعداد مریضا دوای زرقی را به قسم جزا دادن فکر میکنن و هنوز مقابله میکنن یا ممانعت میکنن از گرفتن دوا. مگر مریضایی که اجیتیشن از وای قدر زیاد نیست و حاضر هستند که خودشان دوا را بگیرن و همکاری کنن، از ما میتونیم که از طریق دهن بر از اونا دوای سداتیو بدیم که اگرچه دیرتر تاثیر میکنه، مگر برای مریض البته آسانتر است. یکی از دوایی که زیادتر یا معمولا برای کیمیکال سدیشن استفاده میشه لورازپام یا ادوان است که به سرعت تاثیر میکنه و به شکل آی وی یا آی ام برای مریض داده میتونیم و دوز معمولی از این 0.5 تا 2 میلی گرم آی وی یا آی ام میباشه و اکثرا ما هر 30 دقیقه ای را میتونیم تکرار کنیم، مگر بعض مراکز ای را 10 دقیقه بعد هم تکرار میکنن و هاف لایف لورازپام البته 10 تا 20 ساعت است. از جمله بنزودیازپین دوای دیگه که داده میشه برای کیمیکال سدیشن میدازولم است که به نام تجارتی ورسد البته موجود است که بسیار به سرعت ظرف چند دقیقه تاثیر میکنه و البته یا از نسبت به لورازپام البته زودتر ای تاثیر میکنه، مگر تاثیر دوام از بسیار کم است، 1 تا 2 ساعت میباشه و دوز معمولی از 2.5 تا 5 میلی گرم به شکل آی وی یا آی ام می باشه و در کسایی که بسیار زیاد اجیتیشن دارن ما می تانیم که هر 3 تا 5 دقیقه هم اتا برازی میدازولم بتیم و مکزیمم دوزش البته 5 میلی گرم می باشه در یک مرتبه. بنزودیازپین سبب رسپیریتری دپرشن میشه و سبب خواب و آلودگی میشه که جمله ساید افکت بنزودیازپین است و یگان وقت سبب البته پارادوکسیکال دیس انهیبیشن میشه که ای وجه ازی که اجیتیشن مریض از بین ببره یا مریض آرام بسازه، برعکس انوز اجیتیشن مریض زیاد میکنه که بسیار کم واقع میشه. از او خاطر باید که فعالیت های تنفسی مریض بسیار به دقت باید که زیر مراقبت بگیریم و کنترل کنیم و مریضایی که کوآپراتیو هستن یعنی خودشان همکاری میکنن و حاضر هستن که دوا را بگیرن، ما میتونیم که بنزودیازپین عوض از اینکه از طریق زرقی بتیم از طریق دهن میتونیم که بتیم و عین دوزی که آی ام یا آی وی میتیم عین دوز از طریق دهن باید که استفاده کنیم. از بنزودیازپین زیادتر در مریضایی که اجیتیشن از اونا به خاطر درگ یا الکل انتاکسیکیشن و یا ودراول میباشه استفاده میشه، مگر در اکیوت سایکوسیس هم میتونیم که از بنزودیازپین ما استفاده کنیم و مریضایی که الکل ودراول یا الکل انتاکسیکیشن یا اووردوز دارن در اونا بعضا دوز بسیار بلند بنزودیازپین ضرورت است. بنزودیازپین برای کسایی که دلیریم دارن البته برای از اونها هم مفید واقع میشه و ریسک مورتالیتی بنزودیازپین نسبت به دوای نیورولپتیک یا انتی سایکاتیک البته کمتر است و دیگه بنزودیازپین در مریضایی که خطر سیجر دارن یا سابقه سیجر دارن برای از اونا هم مفید واقع میشه، برای که سبب سیجر نمیشه و یا سیجر جلوگیری میکنه بنزودیازپین و دوای انتی سایکاتیک که سبب اکاتیزیا میشه
بنزودیازپین سبب اکاتیزیا شده و نمیشه از او خاطر بنزودیازپین ترجیح داده میشه و در کسایی که سابقه سیجر دارن یا امکان از این است که مریض سیجر پیدا کنه. انتیدود بنزودیازپین البته فلومازنل که به نام تجارتی رومازکان از می باشه که دوزی از این البته 0.2 میلی گرم هر یک تا دو دقیقه برای مریض از طریق ورید داده می شود تا مکزیمم دوز 3 میلی گرم در ساعت برای مریض ما داده می تانیم تا او وقتی با ما فلومازنل برای مریض می تیم تا وقتی که ساید افکت بنزودیازپین که ریسپایریتری دپرشن است او از بین برو. از او خاطر به هر کسی که ما بنزودیازپین میتیم باید برای سدیشن آی وی اکسس باید که داشته باشیم و فلومازنل البته در به قسم وایل که 0.1 میلی گرم پر ام ال و ای وایل ازی البته 0.5 میلی گرم در 5 ام ال می باشه موجود است و ما اینجا برای نرسای خود میگیم که هر وقتی که برای مریض بنزودیازپین برای سدیشن میتن باید که فلومازنل باید که در جیب خود بگردانن. در ریسرچی که سر 111 مریض که اجیتیشن داشتن ان با در اتاق عاجل صورت گرفته و در یک تعداد از این مریضا البته مدازولم 5 میلی گرم آی ام از استفاده شده، در تعداد دیگه از اینا از لورازپام 2 میلی گرم آی ام و در گروپ دیگه از اینا از هالوپردول 5 میلی گرم آی ام استفاده شده. معلوم شده که مدازولم به صورت یا در وقت کم یا به سرعت تاثیر کرده یا سبب رپید سدیشن شده نسبت به لورازپام و هالوپردول. و وقتی که ساید افکت از اینا مطالعه شده، ساید افکت هر سه از اینا تقریبا یک چیز بوده و کدام فرقی نداشته. فرست جنریشن یا تیپیکل انتی سایکاتیکس با دو گروپ تقسیم میشه که یکی بیوتروفنون است و دیگه فنوتازن است. و برای کیمیکل سدیشن در واقعات عاجل ما تنها از بیوتروفنون استفاده میکنیم که از این جمله که تعداد از اینا بسیار زیاد است تنها دو دوا که یکی هالوپردول است و دیگه دروپردول است از این استفاده میشه. از هالدول یا هالوپردول که البته شکل زرقی زی به هالوپردول لکتیت است، البته به شکل 5 میلی گرم پر ام ال وایل موجود است و یا 2 میلی گرم پر ام ال وایل موجود است که 2 تا 10 میلی گرم به شکل آی ام البته یا آی وی هر 4 تا 8 ساعت بر مریض داده میشه و مگر 2 تا 10 میلی گرم ما میتونیم که شروع کنیم هر 1 تا 4 ساعت بر مریض و مکزیمم دوز از او در یک روز 100 میلی گرم است. شکل آی وی هالوپردول البته توسط اف دی ای اپروو نشده مگر در اتاق عاجل هنوز هم از شکل آی وی و آی ام از هر دو استفاده میکنن. درباره هالوپردول یا هالدول باید بگویم که یک دوای بسیار قدیمی است و سالهای متمادی است که برای تداوی اجیتیشن از ای استفاده میشه و من قسمی که پیشتر گفتم که ای از طریق آی وی و آی ام داده میشه و من قسم از طریق دهن هم داده میشه مگر در واقعات عاجل زیادتر از طریق آی ام داده می شود. شکل آی ویش مثل که بیشتر گفتم به طرف اف دی ای اپروو نشده مگر در اتاق عاجل می تن و دوزش 2.5 تا 10 میلی گرم یا 2 تا 5 میلی گرم البته است و در ظرف 30 دقیقه تا 1 ساعت تاثیر میکنه از طریق زرقی البته و در کسایی که سنشان زیاد است
د اونا البته نصف دوز باید که داده شود. و قسمی که پیشتر گفتیم البته هر یک تا چهار ساعت ما میتونیم که هالوپیرودول بدیم، مگر در یک تعداد مریضا حتی هر 15 تا 20 دقیقه هم دیده شده که هالوپیرودول دادن به شکل IM یا IV. و مگر کمپانی که این هالوپیرودول می سازه او می که هر 30 دقیقه هم می تانین که بتین، مگر پیش از او باید که نتین، مگر دوز امو مطمئن یا سیفش البته هر 1 ساعت تا 4 ساعت است. از جمله تیپیکل انتی‌سایکاتیک قسمی که پیشتر ذکر کردیم دروپیرودول است که مشابه هالوپیرودول است و ای به شکل IM و IV البته موجود است و دوز از ای 2.5 تا 5 میلی گرم است و ای نسبت به هالوپیرودول اصلا زودتر تاثیر میکند، از ظرف 15 تا 30 دقیقه البته تاثیر میکند و دوام تاثیر از ای هم از 6 تا 8 ساعت است. دیگه گروپی دوا به نام اتیپیکال انتی سایکاتیکس موجود است که بعد از سال 1990 این دوا البته این گروپی دوا به بازار عرضه شده که در این جمله کلازپن، رسپردون، کویتپن، اولانزپن و ابیلیفای است که از این جمله ما در واقعات آجل برای اجیتیشن ما تنها از اولانزپن یا زایپرکسا زیادتر استفاده میکنیم. تحقیقات نشان داده که کامباینیشن تراپی که ما لورازپام و هالوپیرودول هر دویش برای یک مریضی که اکیوتلی اجیتیتد است و سایکاتیک است اگر استفاده کنیم هر دو را یک جای موثرتر واقع میشه. و قسمی که پیشتر گفتم در ایده واقعات عاجل و خصوصا اکوت سایکوسیس ما میتونیم که هر دو دوا را بتیم که البته لورازپام 2 میلی گرم IV و یا IM و هالوپیرودول 5 میلی گرم IV و IM برای مریض میتیم و بعد از او اگر تایتریت میکنیم یا اضافه میکنیم تنها دوز لورازپام سر از او اضافه میکنیم و هر 10 تا 20 دقیقه ما لورازپام برای مریض میتیم تا که مریض آرام شوه و در مریضایی که سنشان زیاد باشه ما نصف دوز برای مریض میتیم و به این شکل ما میتونیم که ایواز از ای که تنها یک دواره مثلا لورازپام یا فرزن هالوپیرودول دوزای بلندش بتیم، دوزای پایین هر دو دواره میتیم که ساید افکت از این کمتر میباشه. تمام فرست جنریشن انتی سایکاتیکس که موضوع بحث ما در اینجا هالوپیرودول و دروپیرودول است البته سبب QT پرولانگیشن در EKG شده میتانه و می قسم سبب دیزریتمیا مخصوصا تورسد شده میتانه. از خاطر در سال 2001 FDA البته برای استعمال دروپیرودول البته وارنینگ داده و در سال 2007 برای استعمال هالوپیرودول البته FDA وارنینگ یا داده یا توسط FDA وارنینگ داده شده. با وجود از این ساید افکت یا اعراض جانبی ما هنوز هم عقیده داریم یا فکر میکنیم که هر دو دوا یعنی هالوپیرودول و دروپیرودول برای تداوی یک شخصی که سیویرلی اجیتیتد باشه و وایلنت باشه البته مؤثر است و ما باید که ریسک QT پرولانگیشن و اریتمیا را در نظر بگیریم و مخصوصا
کسایی که هایپوکالیمیا دارن و یایی که هایپومگنیزیمیا دارن و یا congenital conditions associated with QT prolongation یا امراض قلبی دارن ایرا باید که در نظر بگیریم و اگر امکان داشته باشه که امکان نداره البته که پیش از اینکه دوا را تطبیق کنیم در یک مریضی که بسیار زیاد agitated باشه ECG بگیریم مگر بهتر است مگر امکان نداره در اینطور واقعات و مگر بعد از اینکه دوا را تطبیق کردیم ما میتونیم که مریض آرام شد میتونیم که ECG یا الکتروکاردیوگرام بگیریم و مریض البته مراقبت کنیم. در واقعاتی که withdrawal یعنی drug withdrawal یا intoxication می باشه ما کوشش کنیم که از neuroleptics که haloperidol و droperidol از ما استفاده نکنیم که از جمله مثلا alcohol withdrawal, benzodiazepine withdrawal و دیگه withdrawal syndrome است و anticholinergic toxicity و مریضایی که seizure دارن و دیگه fencyclidin overdose در این واقعات باید که از این دوا استفاده نکنیم. همین قسم در زنایی که حامل هستن و یا زنایی که شیرده هستن در اونا باید که از این haloperidol و droperidol استفاده نشوه و یکی ساید افکت دیگه از این دوا البته اکسترا پیرامیدال ساید افکت می باشه که در نظر داشته باشید. دیگه دوا البته یا گروپ دیگه دوا سیکند جنریشن یا اتیپیکل انتی سایکاتیکس است که البته دوای نسبتا جدیدتر است و اکسترا پیرامیدال ساید افکت از این کمتر است و سدیشن از این کمتر است مگر مریض آرام می سازه که از این جمله اولانزپین، ریسپردون و زپرازدون است که ما زیادتر در واقعات عاجل وقتی که به شکل زرقی ما ضرورت داشته باشیم که دوا را بدیم از اولانزپین زیادتر استفاده میشه. قسمی که پیشتر گفتم از سیکند جنریشن انتی سایکاتیکس البته در واقعات عاجل زیاد استفاده نمیشه تنها اخیراً در از اولانزپین که به شکل آی ام انجکشن موجود است در واقعات که اجیتیشن به خاطر سایکیاتریک ایلنس مثلا اسکیزوفرنیا و یا مانیا باشه یا مانیک سایکوسیس از این استفاده میشه. مگر باید داشته باشین که هر وقتی که اگر شما بفهمین که مریض سایکوسیس به خاطر سایکیاتریک ایلنس داره باید که اول از انتی سایکاتیک استفاده کنین مثلا از haloperidol استفاده کنین ایواز بنزودیازپین. یا میبینین که اولانزپام که به نام تجارتی زایپرکس البته موجود است دوز ابتداییش 10 میلی گرم است که به شکل آی ام داده می شود و در ظرف 15 تا 45 دقیقه البته تاثیر می کند و هاف لایف از 2 تا 4 ساعت است و خوبی اولانزپین ای است که مریض آرام می سازد مگر اقدر مریض سدیشن نمیته یعنی گنگس و گرنگ نمی کنه یا مریض به خواب نمی بره. دیگه دوا البته ریسپردون است که یک دوای سابقه است که برای تداوی سکیزوفرنیا استفاده میشه و وقتی که مریض سکیزوفرنیا البته اجیتیشن برشان پیدا میشه برای از اینا داده میشه مگر در اتاق عاجل برای کسایی که سیویر اجیتیشن دارن از ریسپردون اکثرا استفاده نمیشه اکثرا این به قسم اوت پیشن استفاده میشه و از طریق دهن البته 1 تا 2 میلی گرم برای مریض داده میشه که آرام میسازه اما اجیتیشن مریضه و به شکل
زرق IM به شکل دپو موجود است که 25 میلی گرم هر دو هفته برای مریض های اسکیزوفرینیا که اینا تکلیفشان زیاد میشه و زیاد اجیتیشن و نارامی و غالمغال میکنن برای اونا البته داده میشه که اونا را آرام میسازه. و رسپردان البته تنها در کسایی که ایجاب ازیر میکنه که توسط از رای دهن بر از دوا داده شوه و او هم کسایی که البته سابقه یک تکلیف سایکیاتریک دارن بر از اونا داده میشه. دیگه زپرازودون است از جمله اتیپیکال انتی‌سایکاتیک که یک دوایی البته نوتر است و زیادتر در اتاقای آجلی سایکیاتری البته از این استفاده میشه و از طریق دهن و از طریق عضله البته داده شده میتونه و زیادتر 10 تا 20 میلی گرم داخل عضله در واقعات عاجل سایکوسیس برای مریض داده میشه و در ظرف 15 تا 20 دقیقه ای تاثیر میکنه. هاف لایفش 2 تا 4 ساعت است و این قسمی که پیشتر گفتم زیادتر در واقعات سایکیاتریک امرجنسی البته 20 میلی گرم IM برای مریض داده میشه و ای به نام تجارتی جیودان هم البته موجود است. سیکند جنریشن انتی سایکاتیک یا اتیپیکال انتی سایکاتیک هم سبب QT پرولانگیشن شده میتونه، مخصوصا زپرازودون یا جیودون میتونه که سبب QT پرولانگیشن شوه و از او خاطر باید که وقتی که دوا را میتین وقتی که مریض آرام شده ECG باید شوه و باید به خاطر آریتمیا البته مریض مانیتور شوه یا مراقبت شوه. امید است که از این پرزنتیشن استفاده کرده بتانین. تشکر از توجهتان.